با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه های دنی کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان کهگیلویه و بوی رحمت هست، شهرستان باشت. نگاه میکردم به این منظره بسیار زیبا، فوق‌العاده زیبا و دیدنی در دامنه سبز و زیبای اطراف شهرستان باشت هستیم و نگام به برف هایی بود که در روبروم هست، قله های کوه. خیلی فضای جالبی هست توی فصل مختلف سال وقتی شما سفر میکنید به جای جای ایران، با تنوع آب و هوایی روبرو میشین. فضایی که ما الان هستیم تقریبا بهتون بگم که بهار رو داره تجربه میکنه در فصل زمستان و سرسبزی داره میبینه. همونطور که میبینید پشت سر من کاملا هم برفی هستش. آقا داود بیا کنار من. فرزاد جان شما بیا. خوبین؟ ارادت. آقا فرزاد بیا این طرف من. من وسط این دو بزرگوار. آقای حبیبی طبیعتگرد هستن و همراه ما در شهرستان گشتاران و باشت و دارن جاذبه های دیدنی رو معرفی میکنن. ما فرزادم که از کارمندای خوب شهرداری باشت هستن که ما رو همراهی میکنن و این فضاهای شهرشون معرفی میکنن. اول از داود شروع بکنیم. داود جان سلام علیکم به بینندگان همسفر. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. در خدمتتون هستیم در برنامه‌ای که امروز تداعی کردیم. فرزاد جان شما سلام دارین، بفرمایید. سلام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. فرزاد جان قرار کجا ما رو امروز ببری؟ ما امروز قرار داریم آبشار جلدزنی و آبشار رودرونه و مناطق دیدنی شهر. آره، یعنی قرار آبشارا رو امروز به ما معرفی بکنین. رود رونه. بله. چند کیلومتر تا شهر فاصله داره؟ رود رونه دقیقاً 32 کیلومتر. 32 کیلومتر. معذرت می‌خوام، 11 کیلومتر، 17 کیلومتر. حتماً 20 تایم میشه. آره دیگه، ببینید. 32 11 27. 32 که اولیش از هم ور شد. 32 ما اونور بود. آه، از یه جاده دیگه 32. الان چند کیلومتر؟ دقیقاً 17 کیلومتر. 17 کیلومتر. 17 کیلومتر قرار بریم به سمت از خود باش تا رود تا آبشار. آبشار میریم به سمت آبشار رود رونه، درسته؟ و اونجا رو بهتون معرفی میکنیم. فضای بسیار دیدنی قطعا خواهد بود. اینی که میگیم آبشار، من این توضیح بدم با تجربه که توی گشتاران داشتم، اون آبشار نیاگارا رو تو ذهنتون نداشته باشین. آبشاری که تو این شهرستان هستش معمولا ارتفاعش نهایتا 2 متره، ولی به خاطر اینکه آب اینجا یک نعمتی هستش که به هر حال خیلی باید قدرش رو بدونن، همین رو غنیمت میشمارن، بهش میگن آبشار. آبشارهای زیاد بزرگ و مرتفعی نیست، ولی به هر حال جاذبه هایی هستش که شما میتونید بیاین نزدیک ببینین و کیفش رو ببرین. درست گفتم؟ بله بله بله. البته ما جای دیگه هم میریم، ولی با توجه به وقتمون، زمان و روستاهای هدف گردشگری که داریم، خب حالا انشالله تا بعضا ببینیم کجوم جاهاشو میتونیم برسیم. بسیار عالی. آفرزاد بریم با سرعت مطمئنه. رسیدیم به آبشار
شادگون. اگه بخوام یه اطلاعاتی در رابطه با اینجا بگم که مسافرین یا گردشگران عزیز بخوام به این منطقه بیان، باید بگم که این آبشار تقریباً 30 کیلومتری شمال غرب شهر باشته و ما تا رسیدن به این منطقه باید از روستاهای آبدگاه و روستاهای حالا کنار جاده روستای نارگ موسا و کوسرک رد میشیم، میرسیم به این روستای شادگون. این آبشار هم با توجه به اینکه نزدیک این روستای شادگان هست اسمشو گذاشتن آبشار شادگان، البته یه اسمی هم از قبل روش بوده، آبشار گلجنی شادگان، ولی خب نترسید از این اسم گلجنی، هیچ ارتباطی با این منطقه نداره، بسیار امن و نقطه بسیار زیبا هست. فقط یه نکته که قابل توجه هست در رابطه با اینجا باید بگم خدمت شما، با تجربه این که این آبشار خروشان هست و شکاف‌های عمیقی هم در بین این سنگ‌ها وجود داره، خواهش می‌کنم از گردشگران به خاطر اینکه سفر خوبی رو داشته باشن، اگر تشریف آوردن به این منطقه، اینجا رو به عنوان یک نقطه گردشگری انتخاب کردن، حتما رعایت نکات لازم را داشته باشن، چرا که متاسفانه در سالهای گذشته اتفاقات زیادی هم اینجا افتاده، ولی خب انشالله اگر رعایت کنیم مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته. و یه چند تا نکته از رابطه با طبیعت، این که اول ایمنی، دوم ایمنی و سوم هم ایمنی، اگر ما این نکات را رعایت کنیم شک نداشته باشید هیچ جایی هیچ اتفاقی برامون نخواهد افتاد. دیگه چیزی که بخوام بگم در رابطه با اینجا، چند تا حوضچه داره، حالا متاسفانه الان با توجه به بارش هایی که شده یه خورده جاده دسترسی ماشینی خراب شده، قطعا مسئولین تو فکر این هم هستن که این جاده رو درست کنن، ولی خب راحت جاده آسفالته تا بالای این آبشاره میاد و یک راه پیمایی خیلی کوتاهش در حد 4-5 دقیقه یا نهایت 10 دقیقه میشه راحت به این آبشار دسترسی پیدا کرد، طبیعتی بسیار زیبا و جذاب داره. نکته هم که میدونم برای گردشگران مهم هست اینه که آیا اینجا امنیت داری یا نه، شک نکنید این نقاطی که ما تو این شهرستان داریم معرفی میکنیم و مخصوصا اینجا کاملا ایمن هست، امنیت داره و روستایی هم که اینجا هستن مردم روستا مردمی بسیار خونگرم و مهمان نواز هستن و میتونید که از این طبیعت لذت ببرید. من دیگه سوالی ندارم و شما بفرمایید از این طبیعت لذت ببرید.
ما 7-8 کیلومتر اومدیم دیگه. بله بله. از آبشار گله جنی شادگان. گله جنی؟ گله جنی شادگان. شادگان. آبشار جا شادگان. گله جنی. اسم قدیمیه دیگه. قدیمیه، هیچ ارتباطی با اون نداره. ما هم شبمانی هم اونجا داشتیم. نداره. هیچ خبری نبود. نه. بعضی از اسما عجیبه. مثلا ما رفتیم کاله جنی توی فکر می‌کنم طبس بود دیگه. آره کاله جنی تو طبس بود. رفتیم اونجا معرفی کردیم تو استان خراسان جنوبی. بعضی از اسما اسمای محلیه دیگه، بر اساس بعضی از افسانه ها اونها گفته شده. اما فضایی که الان در اون قرار گرفتیم رود رونه، درسته؟ اینجا برابر هست، اینجا منطقه برابر اینجا هست، اینجا اسمش برابره، اینجا این منطقه اسمش برابر هست. این هم اشکفت برابر یا اسم معلیش اشکفت آقا جونی. یعنی ما الان توی برابر هستیم. آقای شاکری هم همطور که عقب عقب میره نزدیک بیافته. مواظب خودت باش آقا جان. به اینجا یه منطقه فوق‌العاده زیباییه، یعنی تا چشم کار میکنه سرسبزی رو میبینیم با آب و زیبایی آبی که توی رودخانه جریان داره و برف‌هایی که در روبرومون هستش. فوق‌العاده زیبا و دیدنی هستش. حالا چرا اسم اینجا رو برابر گذاشتن که قطعا نمیدونین دیگه. این نمیدونم، ولی این اسم این اشکفته که اشکفت آقا جونی از قدیم روش بوده، این محل سکونت قبلا یکی از اهالی اینجا بوده. آها، اسم اونو به خاطر همین، یعنی قبلا محل سکونت این بوده آقا جانی. بله بله. من یه توضیح در مورد اشکف بهتون بدم. اشکف شکاف‌های طبیعی هستن در دل کوه و از اونها قدیما چوپان‌ها استفاده می‌کردن. چه استفاده‌ای از اونها می‌شده؟ معمولاً برای نگهداری گوسفندا استفاده می‌کردن. اون هم موقعی که بارندگی بوده، به خصوص در فصل بهار گوسفنداشون رو می‌بردن اون زیر که به هر حال پناهگاهی بوده. حتی اینجا خودشون سکونت داشتن. آره. بعد از اون یه عده دیگه خدمت شما عرض کنم بحث سکونتگاه رو داشتن، یعنی اینکه فصلی ازش استفاده می‌کردن. این اشکفت‌های طبیعی تو اکثر کوه‌های ایران می‌تونیم ببینیم که کوهنوردها به خصوص برای اتراق شبانه هم ازش استفاده میکنن. خیلی جای امن هستش، هم برای به خاطر اینکه اگه جایی باشه که امکان ریزش بهمن باشه میرن اونجا پناه میگیرن، اگه مثلا بارندگی چیز باشه باز اونجا میتونن پناه بگیرن و شبمانی هم در اشکفتا میتونن داشته باشن. ولی این اشکفت در دامنه کوهه، یعنی دقیقاً در ابتدای کوه، ابتدای مسیر صعود به کوه خامی. بله. اکثر اشکفتا رو ما بالا میبینیم، یعنی مثلا تو ارتفاعات میبینیم، ولی این کاملا اینجا هستش و بسیار زیبا و دیدنی هستش. الان هم که یعنی محوطش و کفش و خشنگ سیمانی کردم ترتمیز. آها. چشمه داره، چشمه آبی داخلش. آره آره داره. منطقه سرسبز خوش به حال اون عشایر امسال حسابی کیف میکنن. میدونین که وقتی بارندگی زیاد باشه، سرسبزی زیاد باشه، قاعدتاً برای اونایی که عشایر هستن و حرفشون دامداری و دامپروری هستش بسیار خوبه و خوش اقبال هستن و خیلی هاشون راضی بودن از اینکه به هر حال اتفاق خوب افتاده بعد از 10 سال خشکسالی، اونم خشکسالی که واقعاً به این منطقه و اکثر نقاط ایران ضرر رسونده بود. الان میتونیم پوشش سرسبزی رو ببینیم و این هوای تمیز رو. من این توضیح براتون بدم، در جنوب کشور، جنوب شرقی کشور معمولا ریزگردها رو ما داریم و متاسفانه چند سالیه که جز معضلاتی هستش که در استان خوزستان، بوشهر و قسمتی از استان کهگیلی و بویراحمد ما این معضل رو داریم. آسمان کاملا پر از گرد و غبار میشه و حتی دید خیلی میاد پایین، ولی خوشبختانه الان به خاطر هم بارندگی های اخیر ما آسمان رو کاملا آبی میتونیم ببینیم
و بسیار حس خوب و قشنگی بهمون میدن. میریم به سمت اشکف، داخل اشکف رو یه نگاهی بکنیم، بعد به مسیرمون ادامه بدیم و از فضاهای زیبای شهرستان باشت براتون بگیم. سیاهی آتیشه دیگه نه؟ نه. چرا بابا آتیشه؟ نه. و چیه؟ البته شما الان شما همه تو میگه آتیشه، ولی من احساسم برای این رسوباتی که بالادارشون آب به این سازه نفوذ بکنه، این از بالا داخل این اشکفته نفوذ میکنه، احساسم برای این رسوباتی که میاره یه حالت سیاهی رنگ به اینجا زده. یعنی خزه؟ ولی فکر میکنم آتیش باشه. ما یه ماده ای هم یه چیزی هم داریم تقریبا که میگیم برای شکستگی خوبه. میمنه. آره، ما یه دارو محلی هم داریم برای شکستگی خیلی خوبه، از قدیم استفاده میکردن، که اونم دقیقاً یه همچین جاهایی درست میشه. آها. اونو با روغن محلی اصلا چربه یه حالت خاصی داره. همینو میگم داره. آره، چه جالب. اصلا سقف فوق‌العاده زیبایی داره اینجا، این اشکفتی که الان ما داخلش هستیم، و به هر حال این لایه سیاه رنگی که داریم رو سقف می‌بینیم، این لایه یه جورایی چربه، یعنی رنگ شفافی داره، و حالا اینکه با دود آتش همچین لایه ایجاد شده یا به قول آقا داود از رسوباتی هستش که به هر حال ایجاد شده، به هر فضای خوشگل و زیبایی رو ایجاد کرده. دو تا مطلب من براتون بگم. یکی اینکه اولا اینجا رو برداشتن سیمان زدن و به هر حال سطح صافی رو ایجاد کردن که خانواده ها قطعا بیان اینجا بشینن استراحت کنن. چشمه آبم که دارین میبینین از دل کوه داره میجوشه، خب خوبه. ولی واقعا من تو همین یه چند لحظه که میخواستیم همین برنامه رو برداشت کنیم، همین قسمت رو برداشت کنیم، سه بار مجبور شدیم فقط برگردیم به خاطر اینکه زباله تو مسیر بود. بارها گفتم اگه به عنوان یه طبیعتگرد، به عنوان هر کسی به طبیعت مراجعه میکنین، عکس های یادگاری بگیرین، لذتش رو ببرین، به هر حال از اون فضاها بهره ببرین، لطفاً این زباله ها رو نریزین، رها نکنین. اومدی کی بوده اینجا؟ من تابستون اومدم. تابستونه؟ بله، تابستون همین امسال. همسال، یعنی 5 6 ماه پیش. بله. بعد از اون دیگه نیومدی؟ نه، فعلا چون الان فصل اینجا فعلا یکم هوا سرده، خانواده نمیتونن بیان اینجا فعلا. تا 2 هفته یا 3 هفته دیگه. آها، از 3 هفته دیگه شما میتونید بیاین. اواسط اسفند دیگه به بعد میشه اومد. درسته؟ 13 بدرم شلوغه فکر کنم اینجا. اصلش اسفند ماست، اسفند به بعده. درسته. 13 بدرم فکر کنم شلوغ میشه ایام نوروز. سرسبزی بسیار زیبایی رو اینجا میتونیم ببینیم، فضای فوق‌العاده قشنگی که به هر حال خانواده ها میتونن بیان و لذتش ببرن، و درخت های گردویی که در دامنه هستش و در کنار این اشکف
خب اینجا کوه خامی و به زبان محلی خومی هستش که ما داخل دره اینجا هستیم. اینجا گفتین شخصیه یا عموم میتونن استفاده کنن؟ شخصی هست ولی عموم هم استفاده میکنن. طوری نیست، میگم یه خوبی که منطقه ما دارن مردمشون مهمان نوازن، یعنی مخصوصا اینجا استان خوزستان و بوشهر علاقه شدیدی به این منطقه دارن، چون ایام عیدشون اونجا واقعا دیگه گرم میشه و نمیشه استفاده کنن. اینجا مخصوصا تو چند روز فروردین دو هفته اولش که بیاین اصلا جا نیست دیگه بخواین شما کسی اسکان داشته باشه. درسته. خیلی خوب، این هم از معرفی فضایی که بهتون معرفی کردیم توی شهرستان باشت و دامنه کوه خومی یا خامی. فوق‌العاده زیبا، دیدنی و لذت بخش بود و فضایی که تونستیم بهتون معرفی کنیم تا مقصد سفر شما بینندگان عزیز برنامه همسفر باشه. امیدواریم هرچه زودتر به استان کهگیله و بویراحمد بیاین و لذتشو ببرین، به شهرستان گچساران، شهرستان باشت سر بزنین، فضاهای زیبا و دیدنیشو ببینین و کلی لذت ببرین. همراه همسفر ما باشین، باز هم از طبیعت بکر و زیبای باشت براتون خواهیم گفت.